با سلام و عرض ادب خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش، بسیار خوشحالم که یک شنبه شب خدمتتون هستم و از طریق چنل سود در یوتیوب برنامه سود رو تقدیم حضورتون میکنم. 521 برنامه سود در 13 روز فصل بهار نوروز باستانی، امیدوارم که 13 رو به در کرده باشید، بهتون خوش گذشته باشید در تفرجگاه ها، در پارک ها و اماکنی که تشریف بردید و حضور داشتید در روز 13 نوروز. امیدوارم که تعطیلات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای یک سال کاری درجه یک با سلامتی و تندرستی و البته ورزش هم فراموش نفرمایید. خدمتتون عرض کنم با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتتون هستم درباره اتفاقات حواشی به خصوص فوتبال ایران برنامه تقدیم حضورتون میکنم. میریم و برمیگردیم خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز ارجمند برنامه سود از طریق چنل سود در یوتیوب خدمتتون هستم، به اتفاق دوستان خوبم در قسمت فنی به خصوص شروین ادیتور برنامه. در همین ابتدای کار هم آدرس ما زیر نویس میشه، لطفاً در یوتیوب ما رو سابسکرایب بفرمایید، در فیسبوک لایک کنید و در اینستاگرام ما رو فالو کنید. مطمئنن نظرات شما میتونه به ما راهکار بده و تنها راهی که ما میتونیم ادامه حیات بدیم در میان این همه چنل ورزشی و وبسایت های ورزشی همین هست، حمایت های شما، سابسکرایب کردن های شما. به حضورتون عرض بکنم حتما مستحضر هستید که چه اتفاقات عجیب و غریبی در فوتبال ایران افتاده و داره میفته، به خصوص فاجعه بزرگی که در باشگاه استقلال اتفاق افتاده. میدونید مستحضر هستید دیگه، حتما از جراید مختلف، از وبسایت ها، از فضای مجازی، استقلال با بیش از 300-400 میلیارد بدهی انباشته روبروه، به خصوص بزرگترینش بدهی 1,600,000 دلاری به آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی و اسبق خودش که نتونستن پول رو پرداخت بکنن. یعنی از زمانی که آقای فتی این مربی رو اخراج کرد همینجوری دست به دست شد تا آدمایی که اومدن و رفتن و الان یه آقای فتح‌الله زاده اینجا حضور داره و شوالیه معروف. خدمتتون عرض بکنم که بدهی این مربی ایتالیایی پرداخت نشد تا 10 فروردین با رأی قطعی که از فیفا و کس گرفته بودن این مربی و وکلاش، تا 10 فروردین باشگاه استقلال مهلت داشت که بدهی آقای استراماچونی پرداخت بکنه، اما نتونستن پرداخت بکنن. اگر پرداخت نمی کردن این بدهی و چندی پولی مثل پول پادوانی باشگاه شباب الاهلی برای انتقال مهدی قائدی و پول ایجنت یامگا و چندین و چند نفر دیگه و همین الانم که میدونی 4-5 ماه پول کادر فنی و بازیکنان استقلال رو پرداخت نکردن. AFC اعلام کرد که هم AFC هم فیفا اعلام کردن که پروانه حرفه‌ای برای باشگاه استقلال صادر نمیشه و یعنی به یه نوع قهرمان فصل قبل لیگ برتر نمیتونه در لیگ قهرمانان هم حاضر بشه. فاجعه بزرگ نه برای باشگاه استقلال، برای فوتبال ایران و هواداران میلیونی باشگاه استقلال که تو همین بازی با زوباهن هم آماج حملات خودشون قرار دادن، علی فتح‌الله زاده و مدیران نابخرد و فاسده که اومدن و از کنار استقلال و پرسپولیس به میلیاردها پول بازآورده رسیدن. میخوام صحبت کنیم با دوست خوبم کوروش بازیار در فرانکفورت آلمان. کوروش کارشناس فوتبال و یکی از ایرانی‌های درجه یک، سال رو هم بهش تبریک عرض میکنم، نوروز باستانی و سال جدید. خب این اولین برنامه است که توی سال جدید با کوروش بازیار هستیم. کوروش جان بسیار ممنون از حضور در برنامه و خود شما تو برنامه های مختلف، توی مطالب خودتون، تو صفحه خودتون و جاهایی که صحبت فرموده بودید به این مسئله و این فاجعه اشاره کرده بودید. چه اتفاقی داره میفته در به خصوص باشگاه استقلال؟ ببینید سردار آجرلو اومد، استقلال قهرمان شد، اما خرابه ای از خودش به جا گذاشته. این یار و غار آقای سردار قالیباف
همین الان خود مطبوعات نظام، آقای قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی و اون کسایی که تو همون نظام هستن میگن بالای 500-600 میلیارد پول گم شده، سهامی که به مردم فروخته بودن پولا نیست، پولی که قرار بوده به آقای اسلام آشانی پرداخت بشه نشده. خب خیانتی که آقای آجرلو کرد و بعدش هم رفت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، اول آقای فتح‌الله زاده اومده دست پیش گرفته که پس نیفته و یه جور خودش میخواد قهرمان درست بکنه. همه میدونن که آقای فتح‌الله زاده چه پیشینه ای داره و اصلا میگم اگه همه حرفایشون درست، اگر میدونست، قطعا میدونست چرا وارد این عرصه شده. رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام میکنه که 10 برابر مدیر قبلی آقای فتح‌الله زاده چک کشیده و پول خرج کرده. واسه از شما بزنم آقای بازیار، به پیشگاه قانون، به پیشگاه ملت، هواداران استرا و در جایگاه عدالت، این مدیران فاسد باید رسما اعلام بشن و اونجا برن محاکمه بشن. الان استقلال اگر اتفاقاتی که میگن قطعی باشه، یعنی فاجعه برای این باشگاه هوادارانش. نظر شما رو میخواستم بپرسم. سلام عرض میکنم خدمت شما خسرو جردی، همچنین بینندگان این برنامه، و امیدوارم نوروز و تعطیلات خوبی رو هم میهنانمون در داخل ایران گذرونده باشند و روزهای خوب و سرشار از آرامشی در انتظار همه همیهنانمون در اقصا نقاط دنیا باشه. در مورد حذف استقلال از آسیا، قبلا حذف شده بود آقای خسرو جردی، امروز رسانه‌ای شد. امروزی که من و شما داریم صحبت میکنیم نه، بلکه روزی که در رسانه منتشر شد این رسوایی، روز شنبه یا جمعه شب که آخرین فرصت پرداخت بدهی اسلام آچونی بود. یکی دو هفته پیش، کم و بیش تاریخش یادم نمیاد، من به دعوت دوستان در کلاب هاوس بودم و آقای اولیایی، مدیر عامل سابق استقلال و یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای هم حضور داشتن، گفت سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و شب بخیر خدمت حضار محترم. من اول کار به همه بگم که استقلال حذف شده بدانیم، استقلال را از آسیا حذف شده بدانیم. این از یکی از اعضای استقلالی کمیته صدور مجوز حرفه‌ای. حالا بماند، بعدش گفتش که ما اگر پول اسلام آچنی را بدهیم میتوانیم در اصفهان میزبان باشیم یا در کرج. من نمیدونم تیمی که تیم تهرانه چرا باید میزبانیش بره یک شهر دیگه. من اینا نمیگن مدیر عامل بودیم، فوتبال رو میفهمیم، اصلا فلسفه بازی در خانه و خارج از خانه رو میتونن تشخیص بدن یا نمیتونن تشخیص بدن. چرا استقلالی که در تهران زندگی میکنه، نفس میکشه، تمرین میکنه، باعث بره در ارتفاع کشنده اصفهان بازی بکنه؟ بگذاریم. اما چیزهایی که ما در مورد حذف استقلال شنیدیم و اتفاقاتی که افتاده به قدری وحشتناک و نکات زیادی داره که من نمیدونم در این فرصت کوتاه به کدام یک اشاره کنم. مثلا اومدن گفتن آقا ما بدهی اسلام آچنی فلان میلیارد تومان میشه که دلار بخریم بهش بدیم، یه پولی وارد باشگاه شده، پولو در جاهای دیگه خرج کردن و باقی مانده پول هم گم شده. این یک موردش هست. حالا مبلغ فرق نمیکنه، چقدر بوده، چقدر بدهی داشتن، پرداخت کردن، باش حساب صاف کردن، پول بازیکن، پول هواپیما و هتل دادن، یه مبلغی بالاخره اونم گم شده. آقای فتح‌الله زاده میاد با شعار این که من میتونم هم بدهیا رو بدم هم قهرمانی رو تکرار بکنم، دیدیم که استعفا داد و رفت با اون تکرار شعر زیبای زنده یاد ناصر اجازی که جا گذاشت و رفت، در صورتی که میتونست اگر یک کسی بود که کاری از دستش برمیاد بمونه و تلاشش رو تا ثانیه‌های آخر بکنه. از طرفی هم میدونیم که تا 31 مارس فرصت بود برای پرداخت، بعد الان میرن تو پروسه کسر امتیاز، تا پایان فروردین هست این پروسه. اگر تو این دو هفته پرداخت نشه میرن توی پروسه بستن دو پنجره، بعد رفتن به دسته پایین تر، و اینا اتفاقاتی نیست که ما به سادگی از کنارش
بگذریم. هوادار هیچ گناهی نکرده که یک تیم رو دوست داره که حکومت این تیم رو دوست نداره و نمیخواد ببینه. اما خب من طرفدار توهم توطئه نیستم و فوتبال رو ما برای زیبایی‌هاش، برای همدلی‌هاش، برای اشکا و لبخنداش دوست داریم، باش زندگی میکنیم. اما بیایم برگردیم چرا نخواستن کمک کنن. بالاخره این تیم‌ها تیم‌های حکومت جمهوری اسلامی هستن، تیم‌های دولتی هستن، پول نفت بین اونا داره تقسیم میشه. برگردیم به مسئله کنار گذاشتن وریا غفوری، کاپیتان محبوب استقلالیا. خب اینا نخواستن وریا بیشتر از این بزرگ بشه در بین سکوها، در بین هواداران فوتبال. یه عکس هم ماندگار مانده از استقلالیا، وقتی که سوپرکاپ رو بردن، حسینی دروازه‌بان کاپیتان استقلال به تنهایی دستاشو بالا برد، کاپ رو بالای سرش برد، اما بازیکنان استقلال در حمایت از خونهای به ناحق ریخته شده در کف خیابان‌های ایران دست به سینه ایستادن و کوچکترین خوشحالی از خودشون نشون ندادن در اعتراض به اون کشتاری که در سراسر ایران رخ داد. حکومت میخواد بگه آقا من هزینه‌تون رو میدم، من خرجتون رو میدم. این تیم درسته ما به آسیا، به فیفا دروغ گفتیم داره خصوصی میشه، اما ما داریم هزینه‌اش رو میدیم، بنابراین بایستی همون کاری میکنید که ما کاری بکنید که ما ازتون انتظار داریم. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، میبینیم که یک اراده‌ای تصمیم گرفته استقلال رو کوچیک بکنه. حالا خیلی جلوتر نریم که بگیم استقلال رو میخوام بفرستن دسته یک، هنوز زوده، ولی خب روشون نمیشه بیان اعلام کنن. به اون روزم امیدوارم نرسیم، اما میرسیم با این روندی که داره پیش میره. بنابراین کسانی که استقلال رو به این روز انداختن مدیرانی بودن که با رانت به اینجا رسیدن، اینها رو بایستی بیان محاکمه کنن. اون کسی که اومد وینی شفر رو اخراج کرد با اون تیم زیبا و اون بازی‌های زیبایی که از تیم خوب و بازی‌های زیبایی که از تیم شفر ما به یادگار داریم، چرا باید اون اخراج بکنن بیان بعدش اون همه پول بهش بدن؟ اسلام ماچونی رو چرا پولش رو به موقع ندادن؟ از طرفی هم چرا کادرون رو اخراج کرد پرسپولیس و چرا پول کادرون رو حکومت و دولت جمهوری اسلامی پرداخت کرد؟ اینا پارادوکسایی است که ما بایستی بریم و به جواب برسیم، همینطوری به سادگی ازشون نگذریم. از صمیم قلب برای آینده استقلال نگرانم و هوادار حق داره که اینجوری خون گریه بکنه. و متاسفانه در اخبارم اومده بود که یکی از هواداران جوان استقلال بعد از شنیدن خبر حذف استقلال از آسیا متاسفانه سکته کرده و جونشو از دست داده. بسیار ممنونم از کوروش بازیا به خاطر حضور در برنامه و فرمایشاتشون. واقعا دارم میگم تا کی قراره این مدیران در مسند قدرت باشن، به خصوص در ورزش؟ خوبیه ورزش یه چیزی هستش، ببینید الان مثلا میگم در باشگاه استقلال، پرسپولیس یا جاهای دیگه ورزش به خصوص فوتبال، اگه فسادی باشه، اگه زد و بندی باشه، اگه داستان این مدلی باشه، چون مطبوعات رسانه ها هستن، چون زبانهای زیاد اونجا شروع به صحبت کردن میکنن، فضای مجازی هست و لخت و عریان راحت تر از اقتصاد و سیاست میشه صحبت کرد، برملا میشه و به قول گندش در میاد. این چیزی که الان در استقلال و پرسپولیس به خصوص استقلال رخ داده. اما در بحث سیاسی و اقتصادی، اون دوقانونهای تاریک بالای نظام، خب چون تا بخواین مردم بفهمن، رسانه بفهمن، مدت زیاد طول میکشه. خوبی ورزش همینه. ببینید چه فاجعه هایی در به خصوص در استقلال رخ داره. واقعا شوخی بردار نیست. استقلال تیمش فصل قبل قهرمان شده، بازیکناش چندین ماه حقوق نگرفتن، سرمربیش همین الان میگه میتونم فصل قرارداد بکنم. خب اینا اومدن قهرمانشن که برن توی لیگ قهرمانان با تیم های بزرگ بازی کنن، مثلا برن با کریستیانو رونالدو در النصر تنه به تنه بشن، الان بعد بشینن از طریق تلویزیون بازیاشونو ببینن. هیچ مدیری هم پاسخگو نیست. مگه میشه یه همچین داستانی؟ واقعا روی صحبت من با مدیران کلان ایرانه، اونها که میان میگن با حجاب مبارزه کنیم، با بد حجابی، با هزار داستان دیگه، اون موضوعات رو بولد کردن، فساد افسار گسیخته مدیران رو گذاشتن کنار. آقای آجرلوری کی الان باید یقشو بگیره؟ این واقعا این سوالیه که نه من، 30-40 میلیون هوادار استقلال و مردم ایران دارن میپرسن که یه همچین مدیری باید راست راه بره و تیم مثل بزرگی مثل استقلال حذف بشه از لیگ قهرمانان، یعنی آبرو برای فوتبال ایران میمونه. آقای تاج، مسئولان قوه قضاییه، چرا گریبان امثال آقای
آجرلو، آقای فتحی، آقای مدیران قبلی یا خود آقای فتحی الله‌زاده، آقای فتحی الله‌زاده چند بار باید بیاد در این باشگاه و این باشگاه رو شخ بزنه و برگرده؟ با کی جواب گو هستش؟ یکی بیا جواب بده. این همه هوادار استقلالی که در سرما و گرما میرن این تیم حمایت میکنن و با برداش میخندن و با باختاش گریه و عشق میریزن، خب الان کی باید جوابشونو بده؟ واقعا این سوالیه که این علامت سوالی که جلوی نام این مسئولین هست. امیدوارم که این گوشه شنوایی باشه. آقای بازیان، به عنوان سوال دوم و پایانی خدمتتون عرض بکنم که تیم ملی با امیرقلعه نوعی دو تا بازی با روسیه و کنیا برگزار کرد، یکیش تساوی و یکیش برد 2-1 مقابل کنیا، تیم 101 قلعه‌بندی فیفا. آقای قلعه نوعی تا قبل از اینکه بیاد در تیم ملی، سال گذشته مصاحبه در گلگهر سیزان که بود گفتش که آقا ما 40 سال ظلم و فساد و ستم بوده همینجوری بود. مصاحبه خیلی پروپیمونی هم بود که برای جمال اومد و اسخاری کرد، کاری نداره. به یک باره اومد و سرمربی تیم ملی شد و همه اون داستان ها یه جورایی رفت به کناری. بعد بازی با کنیا توی کنفرانس خبری اشاره کرد که هر کی میتونه بیاد این تیمو قهرمان بکنه بیاد من تیمو تحویلش میدم. یعنی از الان معلومه که نه، که ببین هیچ مربی عاقل گل قهرمانی نمیده، این یه چیز مسلمی، اما از الان معلومه که داره فیدبک هایی میده بیرون که اگه این تیم ناکام شد از الان من گفته باشم. جالبه، من یادم میاد میرشاد ماجدی زمانی که سرپرست فدراسیون فوتبال بود میگفتش که ما باید بریم در فینال آسیا حضور داشته باشیم. الان چون رفیقش آقای قلعه نوعی سرمربی تیم ملی شده، میگه ما در چهارتا هم حضور داشته باشیم یعنی موفق بودیم. یعنی ما ایران بیاد فقط در چهارتا حضور داشته باشه. میخواستم جنبندی شما رو از نتایج تیم ملی با آقای قلعه نوعی و حضورشون بپرسم. آقای خسروجدی، میدونید که فوتبال بخش اعظم زندگی من هستش و من بدون فوتبال شاید هیچ هویتی نداشته باشم و زندگیم از کنار فوتبال میگذره. همونطور که شما عاشق ورزش به خصوص فوتبال هستید و میدونم که چطور عاشقانه میشینید و فوتبال دنیا و ایران رو دنبال میکنید، ورزش دنیا رو دنبال میکنید و برنامه میسازید و ساختن این برنامه هم چقدر وقتگیر و سخت هستش، اما ما نبایستی اسیر و به دام مسائلی بیفتیم که بخواد شرایط ایران رو عادی سازی بکنه. فوتبال به خیلی از همیهنان ما هویت میده و میبینیم که بسیاری از قربانیان این جنبش اخیر هم دوستدار فوتبال بودن. کیان پیرفلک عاشق فوتبال بود، سارینا عاشق فوتبال بود، دروازه‌بان دسفولی دوست داشت به استقلال بیاد و به تیم ملی برسه که جوانی و جان و جهانش رو ازش گرفتن، مادرش رو داغدار کردن. بنابراین اگر من شخصا میام و در مورد فوتبال به خصوص تیم ملی صحبت میکنم، دو دلیل داره. یک، بسیاری از قربانیان و عزیزانی که ما از دست دادیم عاشق تیم ملی و فوتبال بودن. الان ما امیر نصر آزادانی رو در زندان داریم و این فرصتی است که ما این نام رو فریاد بزنیم که فوتبالیست‌ها به دادش برسن. در مورد امیر قلعه‌نویی و تیم ملی هم خدمت شما عرض کنم که امیر نصر آزادانی یا در کنار کادر فنی و این بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران بازی کرده و یا در مقابلشون. این عزیزان، امیر قلعه‌نویی، کادر فنی، بازیکنان تیم ملی ما، ربات نیستن، انسانن. نسبت به هم نوعانشون در تمام دنیا احساس وظیفه بایستی داشته باشن. فوتبال به کنار، این عزیزان بایستی صدای امیر نصر آزادانی باشن که بیگناه در زندان هست، به اون حکم 26 سال زندان دادن. بنابراین اگر من مقابل دوربین میشینم و از فوتبال صحبت میکنم، از امیر قلعه‌نویی صحبت میکنم، از تیم ملی، از استقلال و از پرسپولیس، این حق رو به خودم میدم که صدای
قربانیان جنبش اخیر باشیم. در جواب سوال شما، روسیه و کنیا فوتبالشون هیچ جور به فوتبال ما نمیخوره. به عنوان کسی که طرفدار بازی‌های تمرینی با هر تیمی در دنیا هستم، حتی همون تیم منتخب باقرچر که مقابل تیم برانکو سال 2005 بازی کرد، یا تیم سیرالئون که با دمپای اومد و مقابل تیم کیروش بازی کرد، بنابراین دیدار تدارکاتی خوب هست. اما با تیم‌هایی که نام و نشانی داشته باشن، با تیم‌هایی که یک امضای پای فوتبالشون باشه، به ما درس بدن. سوالی که اینجا هست، ما چرا بایستی با تیم روسیه که مشروعیت بین المللی نداره بازی کنیم؟ با کنیایی که بیش از 500 روز فوتبالش تمرین هم نداشته و تعلیق بوده، چرا ما بایستی بازی بکنیم؟ ببینید، این سوالاتی است که کادر فنی باید جواب بده. هرچند من باز هم تکرار میکنم، با منتخب باقرشهر هم ما بازی کردیم، با تیم سیرالئون با دمپایی هم بازی کردیم، اما تکرار یک عیب دیگه جای بخشیدن نداره. درود بر شما. بسیار ممنونم از کوروش بازیار عزیز به خاطر حضور در برنامه و امیدوارم که هم کوروش هم شما بینندگان و علاقمندان ورزش ایرانیان در هر کجای دنیا هستید، سالی بسیار خوب در انتظارتون باشه. سلامتی و تندرستی رو داشته باشید، چون مهمترین چیز سلامتیه و اگر خدای نکنه سلامتی نباشه، واقعا انسان تو هر رده ای هم باشه نمیتونه اونجوری که باید باشه از زندگی بکنه و سلامتی مهمترین چیزی. آرزوی من و دوستان برای همه مردم دنیا به خصوص ایرانیانی که شایسته بهترین ها هستن. از کوروش بازیار خداحافظی میکنیم، در لحظات پایانی میریم در گوشه دیگه ای از فرانکفورت آلمان با دوست خوبم محمد حیرانی، کارشناس ورزشی، ژورنالیست، خبرنگار با سابقه و کسی که خودش سالیان سال در استقلال سمت داشته، به خصوص هم مدیر روابط عمومی بوده هم مدیا آفیسر این باشگاه بوده. آقای حیرانی، دیگه من خود شما دیگه هم استادی، همین که بهتر از من و خیلیا میدونید چه فاجعه هایی در استقلال رخ داده، چه اتفاقاتی افتاده و الان مصاحبه بازیکن‌ها و سرمربی رو بعد از بازی زبان هم دیدید که بازیکن‌ها واقعا یه جوری کارد می‌زدید خونشون در نمی‌اومد، چون حقم دارن و هواداران میلیونی استقلال که الان دنبال اون افراد می‌گردن که این تیمو به این روز انداختن. یه باری استقلال در لیگ قهرمانان آسیا لیستش رد نشد و حذف شد، من خودم اون گزارش و اون جریان رو گرفتم، اون فاجعه رخ داد. به فاصله چندین سال بعد فاجعه بدتر رخ داده. واسه از جناب عالی بپرسم، شما که اشراف دارید به اخبار استقلال، با کارشناسا صحبت کردید، از داخل خود باشگاه اخبار اطلاعات دارید، واقعا چه بر سر استقلال اومده و چه خواهد اومد و آقای آجرلویی که رفتن اصلا نیستن، جوابگو هم نیستن، و آقای فتح‌الله‌زاده که از خودش یه مظلوم و یه قهرمان ساخته. من می‌خواستم نظرات شما رو پرسم و اخبار اطلاعاتی که قطعا بهتر از و دقیق تر از اطلاعات من هست. سلام امیر عزیز، خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت نصیب من شد با شما باشم و بینندگان خوب برنامه سود. بله، متاسفانه همونطور که گفتی تیم فوتبال استقلال در واقع شانس حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رو به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر از دست داد، اون هم به خاطر ناکامی در کسب مجوز باشگاه حرفه‌ای و نتونست شاخص‌های لازم رو به دست بیاره به دلیل چند پرونده‌ای که تراز مالی باشگاه رو منفی کرده بود و خب مشخصاً اونطور که همه میدونن پرونده آقای استراماچونی و بدهی که باشگاه استقلال به آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی داشت. ولی صحبت کردی در مورد این که باشگاه استقلال زمانی که خودت هم در ایران حضور داشتی در لیگ قهرمانان حاضر نشد، حذف شده بود اون موقع به خاطر اینکه اسامی رو دیگه فرستادن. باید خدمت عرض کنم که تقریبا 2 سال بعد از اون اتفاق من به باشگاه استقلال برگشتم و به عنوان در واقع مدیا آفیسر تیم و کارمند بخش بین الملل باشگاه مسئول
در واقع ثبت نام استقلال در لیگ قهرمانان شدم. اون موقع سعی کردم همه چیز رو دقیق انجام بدم، در سمینار کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کردیم، تمام قوانین مسابقات، کتابچه قوانین مسابقات رو به طور کامل خوندم، با کمک دوستان ترجمه کردیم، در اختیار تمام معاونت‌های باشگاه قرار دادیم برای اینکه باشگاه استقلال دیگه دوچار اون مسئله نشه. زمانی که من به استقلال برگشتم، در واقع تحصیلاتم رو در مالزی رها کردم به استقلال آمدم، تصورم این بودش که خب ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که باشگاه استقلال عملکرد خوبی داشته باشه، کارش رو درست انجام بده، در رقابت‌های آسیایی به خوبی ظاهر بشه. پیش خودم فکر میکردم که سر و سامان دادن و نظم دادن به این روال اداری باشگاه برای ثبت نام و رعایت زمانبندی یا کار دشواری نیست و حداقل من اومدم که به این موضوع سر و سامان بدم. اما خب اون سال اینم بگم که ما اولین باشگاهی بودیم که مدارکمون رو در اختیار UFC قرار دادیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا به همین دلیل تقدیر کرد از باشگاه استقلال. ایمیلش رو من دارم، در جمع مدیران آسیایی هم حتی اسم باشگاه رو برد، از اینکه به عنوان منظم ترین باشگاه امسال ثبت نام کرده بوده در واقع در اون سال. و میگم تصور من این بودش که درست کردن کارها خیلی سخت نیست در باشگاه استقلال. اما در سه سالی که من در باشگاه حضور داشتم، حالا با سمت‌های مختلف، معاون روابط عمومی، مشاور بین الملل، همین آقای فتح‌الله زاده و مسئولیت‌های دیگه که در مجموع تو اون سه چهار سال در باشگاه داشتم، دیدم که عملاً اراده‌ای برای درست کردن کارها وجود نداره. یعنی چه آقای واعظ آشتیانی که من باهاش کار کردم، چه آقای فتح‌الله زاده که بعدش باهاش کار کردم به عنوان رئیس کمیته حالا بین الملل یا کمیته روابط عمومی، هیچ کدوم اراده‌ای برای درست کردن کارها ندارن. هدف پیشرفت باشگاه نیست، هدف سازماندهی کارها نیست. کما اینکه این مسئله رو ما هنوزم در فوتبالمون بعد از گذشت تقریبا یک دهه می‌بینیم. واقعا هدف مدیران ما و اراده‌شون ارتقاء سطح مدیریتی باشگاه ما، گام برداشتن به سمت حرفه‌ای شدن و پیشرفت نیست و نبوده است. شما ببینید درست در سالی که کریستیانو رونالدو میاد به لیگ عربستان در تیم النصر بازی میکنه، در همون سال استقلال از لیگ قهرمانان آسیا حذف میشه. این یه پیام خیلی مهمی داره برای میلیون ها هوادار باشگاه استقلال که ببینن کار از ریشه خرابه. شما فکر نکنید که فقط علی فتح‌الله زاده مقصره. در بدهی استراماچونی، امیرحسین فتحی که به عنوان مدیر عامل استراماچونی رو با باشگاه آورد و زمین ساز فرارش در واقع شد، فرصتی فراهم کرد که به خاطر بدهی باشگاه استراماچونی بتونه قراردادش رو فسخ کنه، هم مقصره. سردار مصطفی آجرلو مدیر عامل بعدی استقلال و البته در این بین احمد مددی، کسی که در واقع گماشته وزارت ورزش بود در باشگاه استقلال، من اسمشو مدیر عامل نمیذارم، و در نهایت علی فتح‌الله‌زاده که او هم گماشته دیگری بود، اینها هیچ کدامشان با هدف حل مشکلات استقلال نیومدن. فکر نکنید که پولی که آندره استراماچونی از استقلال طلبکار است توی باشگاه نیامده در این مدت. بارها بارها چنین مبالغی و چند برابر این مبالغ توی باشگاه استقلال اومده در همین دو سه سالی که استقلال به استراماچونی بدهکاره. نه فقط استراماچونی، با آقای پادوانی هم بدهکاره، به احمد موسوی بازیکن سابق باشگاه هم بدهکاره، به باشگاه سانتا کلارای پرتغال، به باشگاه الشباب الاهلی امارات بابت حالا محبی باشگاه پرتغالی و قائدی باشگاه اماراتی بدهکار بوده و هستن. تصور نکنید این پولا در باشگاه استقلال نیومده. اما اراده‌ای برای پرداخت بدهی ها وجود نداشته. مدیرانی که اومدن، ما این زمانی میگفتیم مدیر هزینه، که یعنی بودجه از دولت میگیرن و هزینه ها رو پر میکنن، اما الان باید گفت که مدیرای ما حتی مدیر هزینه هم نیستن، مدیران هزینه تراشن، کسایی که از روز اول که میان به فکر این هستن که جیب خودشون
برادرزاده هاشون اطرافیانشون رو پر بکنن، به دلال هایی که باشون کار میکنن پول بیشتری برسونن، حواله های خودرو رو بالا بکشن، حقوق چند میلیونی برای خودشون و اطرافیانشون بردارن به اسم مشاور، به اسم معاون، میلیون ها میلیون میلیارد ها شاید به شما بگم پول باشگاه استقلال رو، در بقیه باشگاه هم البته همینه، باشگاه استقلال رو بالا بکشند و در نهایت هم برن. مثلا همین در ماجرای حذف استقلال از آسیا، این یه امر مسجلی بود. کسایی که کارشناس این موضوع هست از دو هفته قبل میدونستن که استقلال حتی اگر بدهی استراماچونی رو پرداخت بکنه انقدر پرونده دارد که باز هم نتونه تراز مالیشو مثبت بکنه و مجوز حضور در لیگ قهرمانان رو به دست بیاره یا مجوز یک باشگاه حرفه‌ای رو به دست بیاره. اما با عوام فریبی در طول این چند ماه اخیر سعی کردن خودشون رو در رأس نگه دارن برای اینکه بتونن پولهایی که میتونن بیشتر از باشگاه استقلال بکنن برای خودشون و اطرافیانشون بکنن و در نهایت هم به محض اینکه مسجل شد استقلال دیگه، برای مردم مسجل شد که استقلال دیگه در لیگ قهرمانان نخواهد بود، آقایون با یک نامه پرسوز و گداز از سمتشون استفاده دادن و فرار کردن. مایه تأسف. شما فکر نکنید مدیر بعدی هم که میاد قصدش درست کردن استقلال، نمیخوام قضاوت پیش هنگام بکنم، اما همه ما میدونیم در تمام بخش های این نظام ما مدیران نالایقی رو در رأس کار قرار میدیم که فقط به خاطر سرسپردگیشون به حکومت همه کار میکنن، فاقد تخصص های لازم هستن. بلایی که سر باشگاه استقلال داره میاد در تمام باشگاه های دیگه، در تمام فدراسیون ها و البته نهادهای دیگر دولتی هم نازل شده. اما خب به هر حال یه باشگاهی مثل استقلال به واسطه اقبال مردمی زیر نظر مردم و زیر ذره‌بین اونهاست و همه چی مسجل میشه. وگرنه شما اگه برید نهادهای دیگر هم نگاه کنید همینطور ورشکسته است، شما مؤسسات دیگر هم نگاه کنید. یک روز این ماجرا در نیشکر هفت‌تپه رخ داد، یک کارخانه صنعتی که باید درآمدزا باشه به اون روز افتاد، یک روز دیگه شما در یک جای دیگه و هر روز در جای مختلف شرکت‌های خودروسازی ما که به شدت زیانده هستن، نمیخوام وارد مقوله اقتصاد بشم چون اصلا تخصصم نیست، اما دارید میبینید که فوتبال و باشگاه‌های فوتبال، باشگاه‌های حرفه‌ای که در واقع در تمام دنیا نهاد اقتصادی هستن، میتونن ثروت ایجاد کنن، گردش مالی و اقتصادی بزرگی فراهم بکنن، افتاده به دست مدیران نالایقی که فقط به واسطه روابط خانوادگی با آدم‌های با نفوذ حکومتی و سرسپردگی به نظام جمهوری اسلامی میان دوباره پست میگیرن، دوباره خلاف میکنن، دوباره سرمایه باشگاه رو به هدر میدن، در مواردی بالا میکشند و در نهایت هم با یه استعفا میرن و آب از آب تکون نمیخوره. نمونش پرونده بدهیایی که آقای سردار آجرلو برای باشگاه استقلال به جا گذاشته اما اصلا به اونها ورود نشده، نهایتا در حد یکی دو تا مصاحبه که پیگیری میکنیم محاکمه میکنیم ولی عملا هیچ اتفاقی نه افتاده و نه خواهد افتاد. خیلی ممنونم، در خدمت شما. بسیار ممنونم از محمد حیرانی به خاطر حضور در برنامه و وقتی گذاشتن، چون موضوع مهمی بود برای استقلال و گفتم فکر کردم محمد حیرانی بهتر از هر کسی میتونه لطف کنه و در این باره صحبت بکنه، اومد توی برنامه و حضور داشت و ازش هم بسیار ممنونم. از شما هم ممنونم ایرانیان درجه یک، طرفداران ورزش به خصوص فوتبال و علاقمندانی که در صفحه سوت حضور دارن، در چنل سوت حضور دارن، در یوتیوب یک شنبه شب است و یه بار دیگه سیزده بدر و نوروز باستانی رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی بسیار خوب در انتظارتون باشه، کار، تلاش و پیشرفت انشالله سالی باشه برای مردم ایران و موفقیت و پیروزی و سلامتی و تندرستی شما آرزوی من و دوستانم هست. شب و روزتون خوش مردم ایران.